درود بر شما دوستان جان، اینجا چنل کریزی گروپ با همچنان اسم من یوکیو یاشا خان. گایز امروز قراره یه ویدیو یوتیوبی باهاتون داشته باشیم، توضیحات در مورد یوتیوب بهتون بدم و در فرست پخش یوتیوب هم آپلود میشه. در این ویدیو من میخوام در مورد شورت ویدیو باهاتون صحبت کنم که چجوری آپلودش بکنیم، مدت تایمش چجوری باشه، چجوری اصلا شورت ویدیو رو بگیریم، چه هشتگ‌هایی بزنیم، کیها آپلود کنیم و از این جور مسائل. پس اگر به این ویدیو علاقه دارین، به این موضوع علاقه دارین، ادامه ویدیو رو با همون همراه باشین. یه فاصله بگیریم، بریم بیایم با هم دیگه ادامه داشته باشیم. Let's go. خب گایز، من اسکرین رکوردر آماده است، کشیدم، ولی بعداً اضافه میکنم که من حواسم با شما باشه، هی مانیتور رو نگاه نکنم. اولین چیزی که چه برای شورت ویدیو چه برای ویدیویی که در یوتیوب آپلود میشه، در حالت عادی آپلود میشه، اسمشه. یعنی بر اساس اون اسمی که شما میزنین، سریع ترین و پربازده ترین هشتگ ممکن رو بهتون، ست های اول رو حداقل بهتون میده. اگر هم از افزونه های کمکی استفاده بکنین که هشتگ های بیشتری بهتون میده. پس سعی بکنین حالا خروجی ویدیویی که با هر ادیتی، با هر نرم افزار ادیتوری که سیو میکنین، سعی کنین که با اسم مرتبط با اون موضوع سیو کنین، چون موقعی که مثلا طرف بخواد دانلود بکنه، حالا به هر طریقی نیاد مثلا بنویسه که نمیدونم یونیلیتی چیچی مثلا، حالا هر چی که خود نرم افزارتون نام گذاری میکنه. این از این موضوع. مورد بعد، تفاوتی که بین ویدیوهایی که برای شورت ویدیو گذاشته میشه و ویدیویی که به حالت عادی تو یوتیوب گذاشته میشه، تفاوتش چیه؟ تفاوتش تو رزولوشنی که باید گرفته بشه، یعنی نسبت ابعاد تصویره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در حالت عادی در یوتیوب 16:9 گذاشته میشه، ولی در شورت ویدیو دقیقاً باید برعکس این عمل کنید، یعنی 9:16 بذارید. 9:16 ابعاد استوری اینستاگرامه. یعنی وقتی شما میخواین با گوشی حالت سلفی توری یا با پشت گوشی رکورد بگیرین، باید حالت 9:16 باشه تا این چیزش رعایت بشه. یکی از قوانین شورت ویدیو گذاشتن همینه. یکی دیگه از قوانین شورت ویدیو اینه که نباید کمتر از 15 ثانیه باشه و نباید بیشتر از 1 دقیقه بشه. یکی دیگه از قوانینش این بود. یکی دیگه از قوانینش اینه که موقع آپلود، چه در بعد موضوع، بعد اسم ویدیو، چه در قسمت اسم ویدیو، چه در قسمت توضیحات، باید هشتگ شورت به انگلیسی نوشته میشه، توی اسکرین رکوردرم کشیده میشه، براتون نشون میدم، هشتگ شورت رو بزنین. این چی کار میکنه هشتگ شورت؟ وقتی این رو بزنین، فکر کنم آخرین باری که من زده بودم حدود 314 میلیون کانال هستن که شورت ویدیو میذارن و شما رو تو اون رده قرار میده و سعی میکنه که بازدیداشو بالاتر ببره. مورد دیگه ای که براتون گفته بودم، هشتگ هایی بود که باید بزنید. هشتگ هایی که برای شورت ویدیو میزنید بر اساس موضوع شورت ویدیو، حالا کمدیه، خبریه، نمیدونم اطلاع رسانی، اخبار سیاست، هر چی که هست،
باید بر اساس اون هشتگاتون رو داشته باشین، چون چیزتر اسم یادم رفت کلمه یه لحظه باشین، معمولا یه دونه شورت ویدیو شما نمیذارین که خب حداقل با 10 تا شورت ویدیو حداقل بذارین دیگه، بعد دیگه خب یه خوش شورت ویدیوهاتون رو قطع کنین به تعداد خیلی زیادی بازدیداتون میاد پایین. برای همین توصیه من اینه که شورت ویدیوهاتون رو قطعا ادامه بدین. برای همون هشتگ هایی که برای شورت ویدیو اول میذارین، همون هشتگ ها رو خیلی راحت میتونیم کپی کنیم که همزمان با صحبت های منم تصاویرم میاد، میتونیم راحت کپی کنیم. حالا میخواییم توی ترنسلیت کپیش کنیم، میخواییم جای دیگه کپی داشته باشین، خیلی راحت بذارین توی قسمت توضیحات. برای اینکه تایم ویدیو کوتاهه، هیچکس توضیحات رو نمیخونه، یا موقع آپلود ویدیو هیچ کس با اون قسمت علامت تعجب که گذاشته میشه توجه نمیکنه، یا حتی اون 10 ثانیه آخر که ویدیو پیشنهادی بیاد، برای اینکه همه روی موضوع فوکوس دارن که ببینن چی میگی. اگر موضوع خبری باشه که مثلا آقا میگی که بله ویدیو من آپلود شده بیان مثلا نگاه کنی یا هر چیز دیگه، ولی اگه موضوع جوک باشه که خب داشت من خاطر یا جوکی که میگی اگر سرگرم کننده نباشه اون یک دقیقه رو فکر نکنم نگاه کنن، نهایت اصلا 10 ثانیهش رو نگاه کنم میگن مثلا اینو شنیدیم یا هر چیز دیگه. برای همین باید سرگرم کننده و جذاب باشه براشون، حالا هر ایدی که به کار میبرین. مورد دیگه اینه که توی قسمت توضیحات چه در شورت ویدیو چه در ویدیو عادی که گذاشته میشه تمامی لینک های تمامی آدرس فضای مجازیتون رو باید بذارین. اگه چنل یوتیوب دیگه ای دارین، کانال تلگرامی فعالین، اینستاگرامی دارین، فیسبوکی دارین، توییتری دارین، هر چی که دارین باید بذارین که حالا بعدا توش اطلاع رسانی میکنین اونها هم در جریان باشن. مثلا من خودم توی چنل تلگرام هم لینک های ویدیومو میذارم و اونجا اطلاع رسانی میکنم. پس این مواردی که گفتم و یادتون باشه، میرسیم به مورد آخر، اینه که زمان ویدیو شورت ویدیو آپلود کردن کی باشه. زمان شورت ویدیو آپلود کردن به دو تا چیز بستگی داره: یک، موضوعتون چیه؟ دو، اینه که تو کدوم، برای کدوم کشور دقیقاً، حالا یا به کدوم زبان دارین رکورد میکنین. اگر موضوعتون حالا دابسمش جوکه، نمیدونم اخبار سیاست یا هر چیز دیگه است، باید بر اساس اتفاقهای افتاده شما حرکت بزنین. اگر اخبار سیاسته مثلا سریع رکورد رو بگیرین، نظرتون رو بگیرین، یا مثلا خبری دارین سریع اعلام بکنین، چورتشو بگیرین و همون لحظه آپلود بکنین، حالا مثلا یک ساعت بعد نهایت باز اون سریع بازدید میکنه و استیگی به تامنین و اسم ویدیویی که میذارین داره. ولی در مورد جوک و خنده، من بر اساس تجربیات که خودم به دست آوردم دارم بهتون میگم، شما برای ایران منظورمه، شما سه تا بازه زمانی دارین که بازدیداتون رو برای شورت ویدیو فوق العاده بالا میبره. یک، ساعت 6 تا 8 8 و نیم صبح. دو، ساعت حدود 10 9 و نیم، حالا 10 تا 11 و نیم ظهر. سه، همین تایم 10 و نیم تا 11 و نیم 12 شبه، که این سه تایمی که بهتون گفتم شورت ویدیوهاتون به شدت بازدید میخوره نسبت به سابسکرایبرهایی که دارین. من دارم براتون حساب میکنم، مثلا خود من یکی از ویدیوهامو دای ساعتای بکنم 10 اینا آپلود کردم، بعد رفتم بیرون یوتیوب رو باز کردم، با چنل دیگه که داشتم باز کردم،
اکانت دیگه چنل که فقط شیخ و رئیس داره و کریز گروپ، با اکانت دیگه باز کردم، دیدم تو همون بازی مثلا نیم ساعت 40 دقیقه 1200 نفر دیده بودن. اون موقع حالا مثلا 120 تا سابسکرایب داشتم، یعنی 10 برابر سابسکرایبرم بازدید کرده بود. حالا کامنت و لایک و ایناش من کار نداشتم و این خیلی کمک میکنه. مورد دیگه ای که هست اینه که وقتی شما یک ویدیو عادی تو یوتیوب آپلود میکنین، حالا با چنل های دیگه ای، مخصوصا اگه برین یا با چنل خودتون، یک قسمتی براتون نشون میده که شورت ویدیوش میتونین بکنین، یعنی یک قسمتی رو برش بدین و حالت شورت ویدیو بذارین، حالا چه با چنل خودتون چه با چنل دیگران. البته اون قسمت چنل دیگرانش بستگی به این دارد که اون طرف تیکه دانلودش رو برای شما فعال کرده باشی یا نه، که با اون قسمت کار نداریم. فقط این تیکه رو بهتون بگم، اگر خواستین این کار رو بکنین، این رو بدونین که ابعاد 16 در 9 شما با اون 9 در 16 خیلی فرق میکنه، یعنی یک چیز عجیب غریبی میشه. انتظار نداشته باشین که واو حالا مثلا فلانی این رو شورت ویدیو فلانی رو سریع درستش بکنم، چون ابعاد به هم نمیخوره. فقط به نظر من صداش رو که شاید خوب بکنه، وگرنه تصویر جذاب به نظر نمیاد. مورد دیگه ای که باید بهتون بگم، شورت ویدیوها همه‌شون رو گفتم دیگه، تقریبا مورد دیگه ای وجود نداره اگه یادم هم بیاد، نه موردی نیست. خب گایز، این ویدیو برای شورت ویدیوها بود، تو فرست بخش یوتیوب آپلود میشه. اگه مورد دیگه هم در مورد شورت ویدیوها دارین بگین تا گذاشته میشه. ها گفتم یکی یادم رفت، این بود کاور گذاشتن برای شورت ویدیوها. فقط این رو بگم که حالا تو آپدیت جدید یوتیوب نمیدونم، ولی اینو میدونم که اونایی که با سیستم حالا کامپیوتر یا لپتاپ به یوتیوب دسترسی دارن، اون کاور براشون حالت مشاهده‌ای میاد، وگرنه افرادی که با گوشی میرن اون کاوری که میزنین، حالا میگین چون کاوره قطعا 16 در 9، یعنی یوتیوب نمیاد یه بسته یه ورودی جدید برای این شورت ویدیو ارائه بده، بگی خب تو کاور رو 9 در 16 بزن چون فرمتت اینه، نه قطعا این کار رو نمی کنه. برای همین با همون 16 در 9 ویدیوهای عادی پیش میره و شما وقتی بخواین کاورتون رو در اون ابعاد طراحی کنین و روی اون ویدیو بذارین، کاورتون با افرادی که با گوشی میرن نگاه میکنن نصفه دیده میشه یا خوب دیده نمیشه. و اگر هم 9 در 16 استوری اینستاگرامی یا همون شورت ویدیویی بذارین، اینطوری برای اون افرادی که با کامپیوتر میرن نگاه میکنن عجیبه، میاد میگه داداش مگه تو مثلا یوتیوبر نیستی، تو ابعاد تشخیص نمیده، اینطوری چیز میکنه برداشت میکنه، چون نمیره که ببینه که مثلا این چیزایی که توضیح دادم مثلا چه جوریه و کار میکنه و اینجور چیزا، اون فقط میاد از محتوای ویدیو لذت ببره. خب گایز با آخر ویدیو رسیدیم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. لایک کامنت سابسکرایب الاسکی یادتون نره، نظراتتون رو برای من بنویسین، خیلی برام مهمه. ویدیو بعدی توی این فرست بخش آپلود میشه قطعا باز هم در مورد یوتیوب، اخبار یوتیوب و تغییراتی که توش ایجاد شده هست رو بهتون میگم. به احتمال زیاد در مورد پست گذاشتن و نظرسنجی و اینها براتون بذارم اگر تغییراتی توی یوتیوب ایجاد نشه. حرف نمیزنم زیاد، تمام آدرس فضای مجازی توی دیسکریپشن هست، ویدیو پیشنهادی دستانی آخر میاد براتون و توی قسمت علامت تعجب 5 تا از فرست بخشمون میاد که برای اینکه به قسمت تعداد بیشتری از فرست بخشمون دسترسی داشته باشین به قسمت فرست بخشمون مراجعه بکنین. حرفی نیست، شاد باشین، شادی رو انتقال بدین و خدا نگهدار.